در 9 جولای 1987 میلیون ها کره‌ای به خیابون ها اومدن تا در مراسم ختم کسی شرکت کنند که جونش رو در راه دموکراسی کشور داده بود. همین مراسم ختم تبدیل به انقلابی شد که کره‌ای ها در اون به 30 سال دیکتاتوری کشور خاتمه دادن. مراسم ختم لی هان یئول 20 ساله به نقطه عطفی در تاریخ کره تبدیل شد. نقطه عطفی که دموکراسی و آزادی رو برای مردم کره جنوبی به ارمغان آورد. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. قبل از پرداختن به داستان انقلاب کره، من یه نکته ای رو توضیح بدم. هفته پیش ما بهار عربی رو ساختیم. اکثر نظرات مثبت بود. خیلی از دوستان از ما حمایت کردن، دستشون رو میبوسیم. واقعا تو شرایط بحرانی ساخته شد، ولی خب از اون طرف انتقادهای زیادی هم داشتیم. خیلی گفته بودن که چرا در یک چنین شرایط ملتهبی اومدیم تاریخ داستان انقلابی رو گفتیم که به شکست منجر شده. من جواب این انتقادها رو هم میدم. داستان چی بود؟ ما اصلا قرار بود چی کار کنیم؟ 2 ماه فعالیتی نداشتیم. درخواست خیلی زیادی داشتیم که فعالیت رو شروع کنیم. بیاییم بر راجب یه سری چیزا توضیح بدیم. داستان چی بود؟ داستانی بود که راجب انقلاب ها توضیح بدیم. همه انقلاب ها. چه اونهایی که شکست خوردن، چه اونهایی که موفق بودن. بهار عربی داستان تلخی بود، داستانی بود که نتیجه لازم رو نداد. اما باید بگیم که چون بهار عربی نتیجه نداد، یعنی همه ی جنبش ها همشون بی نتیجه بودن؟ نه، اینطور نیست. ما نمونه موفق هم داریم. نمونه موفق مثل چیه؟ مثل داستانی که الان میخوایم تعریف کنیم، داستان کره جنوبی. کره جنوبی یک نمونه موفق در زمینه جنبش های مردمی بود. مردم کره تونستن، مبارزه کردن، سالها مبارزه کردن و در نهایت به اون چیزی که میخواستند رسیدن. در شرایط بحرانی مثل شرایط الانی هم که هستیم، همیشه به ما پیشنهاد میشه، میگیم که باید مطالعه کنیم. مطالعه بهترین سلاحه، دونستن بهترین چیزه. اما اگر مطالعه رو فقط ببریم به سمت اون چیزی که میخوایم، این اون نتیجه لازم رو نمیده به ما. هم باید اون تجربه شکست رو بخونیم، همون تجربه پیروز رو. بهار عربی رو دیدیم، نتیجه لازم رو نداد. البته هنوزم ادامه داره، شاید یه روزی به نتیجه برسه. تو قسمت دوم گفتیم اینا وارد فاز بهار دوم عربی شدن. حالا فرصت کردید ببینید، من لینک هر سه قسمت تو کامنت اول اینجا هم میذارم. ولی خب کره جنوبی میشه نمونه موفق. نمیتونیم بگیم همه جنبش ها شکست خوردن یا همه جنبش ها موفق شدن. با بهار عربی آشنا شدیم، حالا بریم به سراغ داستان کره جنوبی. مردم کره تونستن، این یک نمونه موفقه. بریم با کره جنوبی آشنا بشیم. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، کره بعد از سالها استعمار توسط ژاپنی‌ها بالاخره آزاد شد. میلیون‌ها کره‌ای به خیابون‌ها ریختند، اما اوضاع اصلاً اونطور که امید داشتن پیش نمی‌رفت. حالا یک سوال مطرح بود. اونها قرار بود چطور خودشون به تنهایی کشورشون رو اداره کنن و بسازن؟ بعد از جنگ جهانی، به سرعت گروه‌های مختلف جمع شدند و احزابی رو تشکیل دادند تا کشور رو از نو بسازن. اما این وسط یه اتفاقی افتاده بود. جنگ سرد شکل گرفته بود. آمریکا و شوروی هیچ رقم با هم دیگه کنار نمی اومدن. آمریکا تا جایی که میشد از چپ ها و از کمونیستا فاصله می گرفت. از اون طرف هم شوروی شدیداً از همین چپ ها و کمونیستا حمایت می کرد. آمریکا و شوروی بر سر مسئله کره هم با هم دیگه به توافق نرسیدن. در نهایت قسمت شمالی در اختیار شوروی قرار گرفت و قسمت جنوبی در اختیار آمریکا. در 10 می 1948 اولین انتخابات در کره جنوبی برگزار شد و کره جنوبی اعلام کرد یک حکومت مستقله. کره شمالی هم برای مقابله با اونها جمهوری دموکراتیک خلق کره را تأسیس کرد.
با تشدید جنگ سرد، درگیری ها بین آمریکا و شوروی در کره بالا گرفت. سرانجام در سال 1950 جنگ خونین دو کره آغاز شد. جنگ بین برادران، جنگی که 3 سال طول کشید و 4.5 میلیون کشته و زخمی به جای گذاشت. جنگی که هیچ ثمری نداشت و دو کره هیچ وقت متحد نشدند. بعد از جنگ، کره به کشوری نابود شده و فقیر تبدیل شد. از بین بردن فقر و گرسنگی مهمترین هدف کره‌ای‌ها بود. سینگمان ری در سال 1948 اولین رئیس جمهور کره جنوبی بعد از جنگ شد. اما سینگمان ری اصلاً رویکردی دموکراتیک نداشت. ری خودش رو یک لیبرال و طرفدار دموکراسی معرفی میکرد، اما شدیداً کره رو به کشوری نظامی تبدیل کرد و همه مخالفان رو سرکوب میکرد. در نهایت مردم در 19 آوریل 1960 به خیابون‌ها اومدن و خواستار برکناری دیکتاتور شدن. با کشته شدن 180 نفر از شهروندان، سینگمان ری در 26 آوریل مجبور به کنارگیری شد و مردم به 12 سال دیکتاتوری خاتمه دادن. انقلاب 19 آوریل اولین پیروزی مردم کره در راه دموکراسی بود. انقلاب 19 آوریل کره‌ای ها اصلا از قبل برنامه ریزی نشده بود. با یه سری اعتراضات کوچیک دانشجویی آغاز شد و در نهایت به یک انقلاب بزرگ ختم شد. در اینجای کار بود که مردم کره یک درسی گرفتن. فهمیدن که داشتن کشوری آزاد و مستقل تنها به دستان مردم خود کره امکان پذیره. دموکراسی کره‌ای‌ها بعد از انقلاب 19 آوریل عمر چندانی نداشت. در 23 آگوست 1960 دومین جمهوری در کره پایه‌گذاری شد. دولت جدید به هیچ عنوان از دموکراسی حمایت نمی‌کرد. دولت جدید ارتش کشور رو خطری برای سیاست‌های خودش می‌دید. اونها بسیاری از نیروهای نظامی رو به بهانه دست داشتن در سرکوب مردم در انقلاب 19 آوریل دستگیر و زندانی کردند. در سپیددم 16 می 1961 ارتش کره با یک گردان بزرگ تانک و 3500 سرباز کنترل پایتخت رو در اختیار گرفت و با یک کودتا جمهوری دوم رو کنار زد. به دنبال کودتا در کل کشور حکومت نظامی اعلام شد. ارتش دولت موقتی تحت عنوان شورای عالی بازسازی ملی کره تشکیل داد. پشت پرده همه این اتفاقات پارک چان هی بود. به این دوره جمهوری سوم کره گفته میشه. دوره‌ای که در اون شورای عالی بازسازی ملی کره کنترل کشور رو در اختیار داشت و پارک چانهی رئیس شورای بازسازی ملی کره بود. پارک چانهی روی کار اومد، ولی اوضاع و احوال کره رو در اون دوران یه ذره بررسی کنیم. دوره‌ای که تازه پارک چانهی امور رو در دست گرفته. دهه 60 میلادی بود. شرایط کره اصلاً تعریفی نداشت. کشور کاملاً فقیر بود. تنها منبع درآمد کشور کمک‌های مالی آمریکا بود. کاملا وابسته به آمریکا بودند. از این طریق شکم خودشون رو سیر می‌کردند. از زیر استثمار ژاپن بیرون اومده بودند. دو تا جنگ رو تجربه کرده بودند کاملا ویرانه و در این دوران با قحطی و گرسنگی داشتن دست و پنجه نرم می‌کردند.
پارک چان هی در دسامبر 1963 شورای عالی بازسازی ملی کره رو منحل کرد و جمهوری سوم رو پایه‌گذاری کرد. اون در انتخابات سال 1963 به عنوان رئیس جمهور کره انتخاب شد. اما پارک چان هی در واقعیت انتخاب مردم نبود و با یک کودتا به روی کار اومد. اون برای اینکه جایگاه خودش رو در بین مردم کره باز کنه، شروع به مدرن کردن جامعه و بالا بردن رشد اقتصادی کرد. آموزش سراسری رو در کره به راه انداخت و یک اشتیاق شدید برای آموزش در بین همه مردم، حتی بین روستاییان ایجاد شد. پارک چان هی برای پیشرفت کشور نیاز شدیدی به وام و سرمایه خارجی داشت. آمریکایی‌ها درگیر جنگ ویتنام بودند، نمیتونستند سرمایه مورد نیاز رو تأمین کنند. اما ژاپن بعد از جنگ دو کره به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل شده بود. پارک چان هی به ژاپن رفت و از ژاپنی‌ها درخواست کمک مالی کرد. این چیزی بود که اصلاً مردم کره دوست نداشتند. اونا نمیخواستن دوران سیاه نفوذ ژاپنی‌ها به کشورشون دوباره تکرار بشه. اما پارک چان هی بدون توجه به مردم در 22 ژوئن 1965 قراردادی رو با ژاپنی‌ها امضا کرد. این قرارداد باعث خشم مردم شد. مردم کره مفاد این قرارداد رو تحقیرآمیز می‌دونستند. در این قرارداد تنها چیزی که عنوان شده بود گرفتن وام از ژاپن بود. از چه کشوری؟ از کشوری که مدت‌ها کره رو استثمار کرده بود، اموالشون رو غارت کرده بود، مردمش رو به بردگی گرفته بود. مردم کره اعتقاد داشتن بعد از نوشتن این قرارداد چیزهای دیگه هم باید درش قید می‌شد، مثل عذرخواهی ژاپن بابت این همه سال جنایت از مردم کره و همچنین پرداخت غرامت به مردم کره، که این اتفاق نیفتاد، در قرارداد قید نشد و تا به امروز هم انجام نشده. ژاپن هیچ وقت غرامتی رو به کره پرداخت نکرده و هیچ وقت هم بابت اون همه سال سیاه از مردم کره عذرخواهی نکرد. همین قضیه در اون دوران باعث خشم مردم کره شد. به دنبال این قرارداد هزاران نفر به خیابون‌ها ریختن و خواهان سرنگونی رژیم شدند. پارک چان هی تظاهرات را سرکوب کرد و در کشور حکومت نظامی اعلام کرد. پارک چان هی یک برنامه سفت و سخت برای پیشرفت اقتصادی کشور مطرح کرد. این طرح توسعه باعث شد بسیاری از روستاییان به عنوان نیروی کار ارزون قیمت به کارخونه ها فرستاده بشن. اونها با هدف توسعه اقتصادی از صبح تا شب کار می‌کردند و همین باعث شد بین سالهای 1962 تا 1981 پیشرفت اقتصادی کره جنوبی مثل یک معجزه به نظر برسه. کره در عرض یک دهه از کشوری بسیار فقیر به یک کشور صنعتی و پیشرفته تبدیل شد. اما این پیشرفت اصلا ساده به دست نیامده بود و به قیمت جون صدها کارگر کره‌ای تموم شد. یکی از نمادهای این کارگران کره‌ای چون تی ایل نام داشت. کارگر 22 ساله‌ای که در سال 1970 برای اعتراض به شرایط سخت کارگران خودش رو زنده زنده در بازار مرکزی شهر سئول سوزوند. در دهه 60 میلادی دختران 12 تا 17 ساله کره‌ای در کارخانه‌های بافندگی 14 ساعت در روز کار می‌کردند و دستمزدشون فقط به اندازه خرید یک فنجان قهوه بود. مرگ چان تای ایل باعث شد بسیاری از کارگران به جنبش‌های دموکراتیک بپیوندند. در سال 1969 پارک چان هی تغییراتی رو در قانون اساسی کشور اعمال کرد که به موجب اون حق شرکت در انتخابات برای سومین دوره پیاپی رو پیدا می کرد. مردم برای اعتراض به این اصلاحات به خیابون‌ها ریختن. پارک چان هی اعلام کرد که اگر مردم بهش رأی بدن، این آخرین دوره ریاست جمهوریش میشه.
در نهایت پارک چانهی هفتمین دوره ریاست جمهوری در کره رو با تقلب در انتخابات برنده شد. با شروع دهه 70 میلادی درخواست مردم برای دموکراسی در حال کاهش بود. در جولای 1971 گروهی از قاضی‌های ردبالای کره‌ای به نشونه اعتراض از سمتشون استعفا دادن. این استعفای دست جمعی اونها در نظام قضایی کره یک آشوب به وجود آورد. این آشوب خیلی زود به بدنه دولت رسید و بسیاری از مسئولان دولتی کم کم شروع به سرپیچی از دستورات کردند. پارک چانهی متوجه خطری که داره اونو تهدید میکنه شد. اون دستور داد نیروهای نظامی در دانشگاه ها مستقر بشن و سردسته های جنبش های دانشجوی رو مجبور کرد تا به ارتش بپیوندن. شرایط امنیتی در کشور بسیار سخت گیرانه شد. در نهایت پارک چانهی در 17 اکتبر 1972 تغییرات دیگه ای رو در قانون اساسی اعمال کرد. در قانون اساسی جدید انتخابات مستقیم ریاست جمهوری کنار گذاشته میشد و یک فرد میتونست به طور مادام العمر رئیس جمهور کره بشه. به این دوره جمهوری چهارم کره یا دولت یوشین گفته میشه. این قانونی که آقای پارک چانهی گذاشت چه نتیجه ای داشت؟ نتیجهش این بود که دموکراسی به طور کامل در کره جنوبی از بین رفته بود. در نظام دموکراسی احزاب مختلف برای اینکه قدرت رو به دست بگیرن با همدیگه رقابت میکنن در یک رقابت آزاد. یه سری از احزاب قوی ترن، امکانش هست به اون قدرت برسن و یک سری از احزاب ضعیف ترن، اما شرایط رقابت رو دارن، وارد رقابت میشن. اما در نظام آقای پارک چانهی چیزی به اسم رقابت وجود نداشت. همه احزاب زیر نظر خود پارک چانهی بودن و قدرت مطلق این فرد شده بود. مردم کره هم این رو فهمیدن، دیدن که روز به روز پارک چانهی داره قدرتمندتر میشه و از اون طرف دموکراسی رو داره به طور کامل نابود میکنه. احزاب باهاش مخالفت کردن، باهاش مبارزه کردن و در نتیجه به شدت سرکوب شدن. دیگه هیچ حزب سیاسی اجازه فعالیت نداشت. پارک چانهی دو دوره دیگه در سالهای 1972 و 1978 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و از اونجایی که تنها کاندید خودش بود در هر دو دوره برنده انتخابات شد. پارک چانهی به بهونه مبارزه با کمونیسم همه مخالفان رو دستگیر و زندانی میکرد. هر کسی که به هر طریقی با پارک چانهی مخالف بود یک کمونیست بود و باید دستگیر میشد. علاوه بر اون موی بلند و گیتار که به نماد مخالفت در بین جوانان تبدیل شده بود ممنوع شد. زنها حق نداشتند دامنهایی که از یک حدی کوتاه‌تر بود بپوشند و آهنگهایی که به هر نحوی مخالفت با رژیم رو نشون میداد ممنوع اعلام شد. چانهی یک حکومت تمامیت خواه رو پیاده کرد و دخالت دولت تا ریزترین مسائل زندگی افراد هم وارد شده بود. با افزایش سختگیری های دولت و ورود اونها به خصوصی ترین مسائل زندگی افراد، یک جبهه بزرگ علیه دولت یوشین شکل گرفت و هر روز هزاران نفر به خیابون ها می اومدن و علیه دولت شعار می دادن. با بالا گرفتن اعتراضات، پارک چانهی در 8 ژانویه 1974 وضعیت اضطراری اعلام کرد. وضعیت اضطراری به وضعیتی گفته میشه که در اون دولت میتونه برای حفظ امنیت کشور تمام قوانین رو زیر پا بذاره و هر طور که صلاح میدونه عمل کنه. در این دوران افراد ممکن بود حتی برای گفتن یک کلمه ضد حکومت دستگیر و به زندان می‌افتند. پارک چانهی در این مدت 2200 دانشجو و شهروند کره‌ای را زندانی کرد. رسانه‌ها هم حق کوچکترین اعتراض یا انتقاد از دولت یوشین رو نداشتند و کوچکترین انتقاد اونها به دستگیری یا تعطیلی روزنامه ختم می‌شد. در این دوران یک جبهه اعتراضی علیه فضای بسته رسانه شکل گرفت و شرکت‌ها دیگه حاضر نشدن به روزنامه‌ها تبلیغ بدن. روزنامه نگارها هم در فضای خالی تبلیغات جملات اعتراضی می‌نوشتند.
این کار پارک چانهی رو عصبانی کرد و در نهایت 130 روزنامه نگار ممنوع الکار شدند. با بستن فضای سیاسی در داخل کشور، بسیاری از مخالفان به خارج از کشور رفتند و کمپین هایی را علیه دولت یوشین راه اندازی کردند. از اینجا بود که توجه کشورهای خارجی به فضای بسته سیاسی در کره جنوبی جلب شد. هرچند به دلیل اینکه در جنگ سرد کره جنوبی متحد بلوک غرب بود، کشورهای غربی توجهی به این جنبش ها نمی کردن. دولت شروع به دستگیری هر کسی کرد که با جبهه مخالف در تماس بود و در 9 آوریل 1975 8 فعال سیاسی به جرم مخالفت با حکومت به اعدام محکوم شدند. بدون یک روز تعویق هر 8 نفر اعدام شدند. 32 سال بعد و در سال 2007 قوه قضاییه کره اعلام کرد هر 8 نفر کاملا بیگناه بودند. از اون تاریخ به بعد جنبش هایی بر ضد پارک چانهی و دولت یوشین تقریبا در همه جای کره شکل گرفت. پارک چانهی شروع به سرکوب همه مخالفان کرد و بسیاری دستگیر شدند. در 16 اکتبر 1979 قرار بود مراسمی برای افتتاح پل سانگسو برگزار بشه. در این روز یک تظاهرات گسترده علیه دیکتاتور در پوسان، دومین شهر بزرگ کره، شکل گرفت و به سرعت به یک جنبش سراسری در تمام شهرهای کره تبدیل شد. تظاهرات اونقدر بزرگ شده بود که پارک چانهی به ارتش آماده باش داد. این بزرگترین جنبش علیه یک دیکتاتور در کره جنوبی بعد از انقلاب 19 آوریل بود. معترضین از همه شهرها به هم پیوستند و می‌رفتند که به رژیم یوشین خاتمه بدن. حتی در بین نزدیکان پارک چانهی هم درگیری‌هایی در گرفته بود. در 26 اکتبر 1979 پارک چانهی برای بازرسی معمول به یکی از واحدهای صنفی رفت. این آخرین باری بود که اون در بین عموم دیده شد. اون شب پارک چانهی توسط کیم جی کیو، رئیس اداره اطلاعات کره جنوبی، ترور شد. اون هم وسط یک مهمانی شام. پارک چانهی ترور شد و دوره 18 ساله حکومتش به پایان رسید. یه توضیح کوچیکی راجع به پارک چانهی بدیم. پارک چانهی دیکتاتور کره جنوبی بود. در دورانی که حکومت رو در اختیار داشت، خیلی ها رو زندانی کرد، خیلی ها رو به قتل رسوند. از دید رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی هم یک دیکتاتور خونخوار بود و واقعا چنین چیزی بود. اما شاید باورتون نشه، امروزه در بین مردم کره محبوبیت داره. خیلی از کره‌ای‌ها اعتقاد دارند که پارک چانهی بود که کشور رو نجات داد. علاوه بر اون، این رو هم میدونن، همچنان اعتقاد دارن که یک دیکتاتور خونخوار بود و خیلی ها رو هم به کشتن داد. مردم کره میگن زمانی که پارک چانهی کشور رو تحویل گرفت، یک کشور فقیر و در بوداغون جنگ زده بود. اما هنگامی که کشور رو تحویل داد و از دنیا رفت، کشور صنعتی و مدرن شده بود. میگن دیکتاتور بود ولی کشور رو ثروتمند کرد. دولت دیکتاتوری نظامی یوشین سقوط کرد و میلیون‌ها جوان کره‌ای بار دیگر خودشون رو در دو قدمی دموکراسی می‌دیدن. به دوران 26 اکتبر 1979 تا 17 می 1980 بهار سئول گفته میشه. دوره‌ای که یک دیکتاتوری کنار زده شده بود و امید به دموکراسی در بین مردم کره موج می‌زد. اما این بهار دوام زیادی نداشت. در 12 دسامبر 1979 یک بار دیگر یک گروه نظامی سئول رو اشغال کرد و با یک کودتا قدرت رو در دست گرفت.
کودتا توسط یک گروه سری در ارتش کره انجام شد. گروهی موسوم به هاناهوه، گروهی غیر قانونی و زیرزمینی که به صورت پنهانی توسط ژنرال چان دوهوان سالها پیش تأسیس شده بود. ژنرال چان دوهوان به محض اینکه قدرت رو در دست گرفت، در سراسر کره جنوبی حکومت نظامی اعلام کرد. بهار سئول به طور کامل نابود شد. بعد هم یک موج عظیمی از دستگیری‌ها آغاز شد. تمامی چهره‌های سرشناس سیاسی در کره جنوبی دستگیر و بازجویی شدند. به دنبال این اقدام، مردم در گوانگجو به خیابون‌ها ریختند. این شهر با گوانجو در چین نباید اشتباه گرفته بشه و ششمین شهر بزرگ در کره جنوبیه. مردم علیه حکومت نظامی مستقر اعتراض کردند. نیروهای نظامی سریعاً اعتراضات گوانجو را سرکوب کردند. اما بعد از 3 روز سرکوب، تعداد معترضین کم که نشد، بیشتر هم شد. تا 20 می 1980 تعداد معترضین به 200,000 نفر رسید. فردای اون روز، یعنی در 21 می 1980، یک گردان ارتش با گلوله‌های جنگی به استقبال مردم رفت و معترضین رو به گلوله بست. مردم دیگه چهره رژیم جدید رو شناخته بودند و همه بر ضد ژنرال چان دوهوان شدند. گروهی از مردم بعد از ظهر اون روز مسلح شدند و تصمیم گرفتند با ارتش کشور وارد جنگ بشن. به دنبال مبارزه مسلحانه مردمی، بقیه مردم هم به خیابون‌ها ریختند و بعد از کشته شدن صدها شهروند گوانجو، ارتش نهایتاً شهر رو ترک کرد. گوانگجو آزاد شد. مردم به سر کارهاشون رفتن و نیروی نظامی مردمی کنترل امنیت شهر رو به دست گرفت. شهر همچنان محاصره بود، ولی مردم مواد غذایی که در خونه ها داشتن رو با هم به اشتراک گذاشتند. این نمونه بارز یک اتحاد در بین مردم بود و برای اولین بار مردم آزادی و دموکراسی رو در شهر گوانگجو حس کردند. در 27 می 1980 یک بار دیگه ارتش با نیروهای بیشتر به شهر حمله کرد و با شکست نیروهای مردمی به 10 روز اعتراض مردم گوانگجو خاتمه داد. جنبش دموکراتیک 18 می 200 کشته و بیش از 3500 زخمی به جای گذاشت. بعد از پایان دادن به اعتراضات، هیچ مقامی برای این کشتار محاکمه نشد. اما همین جنبش بعدها الهام بخش تمام مردم کره برای حرکت به سمت دموکراسی بود. در 1 سپتامبر 1980 چان دوهوان به عنوان رئیس جمهور کره انتخاب شد و جمهوری 5 کره را پایه‌گذاری کرد. یک حکومت دیکتاتوری نظامی و سرکوبگر. چان دوهوان در همون ابتدا 44 روزنامه و رسانه رو بست و به بهانه ایجاد یک رسانه سالم دسترسی به هر نوع اطلاعات رو برای مردم غیر ممکن کرد. دولت متوجه اعتراضات مردم بود، تلاش میکرد که یک جوری این اعتراضات رو کنترل کنه. این حکومت تصمیم گرفت که به معترضین امتیازاتی بده. 37 سال بود که در کره حکومت نظامی برقرار کرده بودن، از بعد جنگ تا اون دورهی که این دولت روی کار اومده بود. دلیلش هم مشکلات امنیتی بود. حکومت جدید فهمیده بود که مشکلات امنیتی تا حدودی حل شده، بنابراین این حکومت نظامی رو لغو کرد. توی حکومت نظامی کره جنوبی مردم نمیتونستن 12 شب به بعد برن تو خیابونا، که این قضیه ورداشته شده بود تا مردم آزادانه بتونن در خیابونها برن. از طرف دیگه یک سری مراسم گذاشتن، مراسم محلی با ورزش‌های محلی، یه سری فستیوال‌های محلی برگزار کردن. هدفشون این بود که یک مقدار هم مردم از این جو سیاسی خارج بشن و در تظاهرات شرکت نکنن، سرگرم هم مراسم محلی بشن و یه امتیازی هم از این طریق به مردم داده بشه. در این دوران یک جنبش ضد آمریکایی در بین دانشجوهای کره شکل گرفت. اونا معتقد بودند آمریکا داره از این دیکتاتورها حمایت میکنه و نمیذاره کشور به دموکراسی برسه.
دانشجوهای طرفدار دموکراسی در 18 مارس 1982 مرکز فرهنگی آمریکا در پوسان رو به آتش کشیدند. در قدم بعدی در 23 می 1985 یک گروه 50 نفری از دانشجوهای کره‌ای به مرکز فرهنگی آمریکا در سئول حمله کردند و ساختمان رو اشغال کردند. در دسامبر همون سال مرکز فرهنگی آمریکا در گوانگجو هم به آتش کشیده شد. دولت چاندوهوان معترضین رو دستگیر کرد و با سرکوب و شکنجه اعتراضات خاموش شد. در 12 فوریه 1986 مردم خواهان اصلاح قانون اساسی برای برگزاری انتخابات مستقیم ریاست جمهوری شدند. تا بدین ترتیب قدرت رژیم دیکتاتوری نظامی رو کم کنند. اونها شروع به جمع‌آوری امضا برای این کارزار کردند و 10 میلیون امضا جمع‌آوری شد. در 10 ژوئن 1987 قرار بود دولت کاندید جدید ریاست جمهوری رو اعلام کنه. رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب نمی‌شد و خود دولت رأی‌گیری درون حزبی برگزار می‌کرد و فردی رو که می‌خواست سر کار می‌آورد. حزبی که دولت رو در دست داشت حزب عدالت دموکراتیک بود، اما رویکردش اصلاً دموکراتیک نبود. کاندید جدید ریاست جمهوری رو تائوو نام داشت، یک فرمانده نظامی که صدها نفر رو در سرکوب مردم گوانجو کشته بود و در کودتای 1979 در کنار چاندوهوان حضور داشت. اما همون روز در یک حرکت هماهنگ شده توسط معترضین در ساعت 6 عصر در تمام شهرها و محله‌های کره جنوبی زنگ‌هایی رو به صدا درآوردند. مردم به دنبال شنیدن صدای زنگ برای اعلام اعتراض شروع به دست زدن در هر جایی کردند. اتومبیل‌ها شروع به بوق زدن کردند و سرنشینان اتومبیل‌ها شال‌های سفیدی را در هوا می‌چرخوندند. پلیس برای سرکوب مردم به خیابون‌ها اومد. مردم در پی درگیری با پلیس به کلیسای کاتولیک میوندونگ پناه بردند. 750 نفر که اکثراً دانشجو بودند در راهپیمایی حضور داشتند و در کلیسای کاتولیک تحصن کردند. جنبشی که 6 روز و 5 شب ادامه داشت. پلیس تمام مسیرهای منتهی به کلیسا رو بست و بسیاری در درگیری با پلیس زخمی شدند. مردم برای کمک به معترضین غذا و وسایل مورد نیاز آوردند تا تحصن ادامه پیدا کنه. این جنبش 6 روزه دانشجویان به نقطه عطف جنبش دموکراتیک در کره جنوبی منجر شد. در جریان درگیری‌های پلیس با مردم، یک دانشجوی 20 ساله به نام لی هان یئول با اصابت گاز اشک‌آور به جمجمه‌اش با جراحت شدید درگذشت. مرگ لی هان یئول خشم تمام مردم کره را برانگیخت و باعث شد اعتراضات از یک جنبش دانشجویی به یک انقلاب ملی تبدیل بشه. هزاران کارمند در زمان نهار به جای رفتن به سلف اداره به خیابون‌ها آمدند و به دانشجویان معترض پیوستند. در ژوئن 1987 بعد از 42 سال مردم خودشون رو متحد و همفکر می‌دیدند. در 26 ژوئن 1987 راهپیمایی سراسری برای ایجاد یک قانون اساسی دموکراتیک در 34 شهر کره جنوبی برگزار شد. هسته اصلی تظاهرات دانشجوها بودند، اما از همه اقشار در تظاهرات شرکت کردند. کارگر، کشاورز، کارمند، همه و همه برای داشتن جامعه‌ای آزاد به خیابون‌ها آمدند. نزدیک به 1 میلیون شهروند کره در این تظاهرات ملی شرکت کردند. بعد از 19 روز تظاهرات سراسری، سرانجام در 29 ژوئن 1987 رژیم چان دوهوان بیانیه ای صادر کرد. کره به زودی انتخابات آزاد و مستقیم ریاست جمهوری برگزار خواهد کرد و همه احزاب مخالف حق شرکت در انتخابات رو خواهند داشت. انتخابات مستقیم ریاست جمهوری بعد از 16 سال دوباره در کره برقرار شد.
همین قضیه فرصتی برای پایه‌گذاری یک سیستم دموکراتیک رو فراهم می‌کرد. از انقلاب 19 آوریل تا جنبش دموکراتیک 18 می و در نهایت جنبش دموکراتیک جوان، مرگ لی هان یئول 20 ساله به نقطه عطفی در تاریخ کره تبدیل شد. مرگ تاثیرگذاری که دموکراسی رو برای کره به ارمغان آورد. جنبش دموکراتیک جوان کره یکی از موفق ترین جنبش ها برای دموکراسی در جهان بود. انقلاب دموکراتیک کره فضای خوبی برای بسیاری دیگر از گروه‌های اجتماعی در کشور فراهم کرد تا سالها حقی که ازشون پایمال شده بود رو پس بگیرن. در جولای 1987 کارگران کره‌ای دست به اعتراضی 3 ماهه زدن و باعث شد بسیاری از قوانینی که سالها حقوقشون رو پایمال می‌کرد اصلاح بشه. در زمستان 1987 بعد از 16 سال اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری اجرا شد. سرانجام در 25 فوریه 1987 جمهوری ششم کره پایه‌گذاری شد. یک جمهوری کاملاً دموکراتیک. با موفقیت جنبش دموکراتیک جوان کره و با برقراری کامل دموکراسی در کشور، نظر مردم کره جنوبی به اتحاد با برادرانشون در کره شمالی منعطف شد. در مارس و ژوئن 1989 لیم سو کیونگ و مو ایک وان، دو تا از رهبران جنبش انقلاب ژوئن کره، به کره شمالی رفتند. اولین شهروندان کره جنوبی که بعد از جنگ جهانی دوم پاشون رو در کره شمالی می‌ذاشتند. در 13 ژوئن سال 2000 بعد از 60 سال رهبران دو کشور کره جنوبی و کره شمالی با هم ملاقات کردند. با اینکه مسیر دو کشور در این سالها کاملا متفاوت بود، ولی تصمیم گرفتند با هم همکاری بیشتری داشته باشند و دشمنی‌ها را کنار بذارند. اتفاقی که البته هیچ وقت نیفتاد و دشمنی دو کره همچنان ادامه داره. کره ها بعد از حدود 40 سال مبارزه بالاخره به دموکراسی و کشوری آزاد دست پیدا کردند. جنبش دموکراتیک جوان کره و جمهوری ششم کره به یکی از موفق ترین جنبش ها برای دستیابی به دموکراسی تبدیل شد. اونها از یک دیکتاتوری نظامی و سرکوبگر به حکومتی آزاد و دموکراتیک دست یافتند. مسیر دستیابی کره به حکومتی آزاد و دموکراتیک به مدلی بی‌نقص برای بسیاری از کشورهای جهان، مخصوصاً کشورهای شرق آسیا تبدیل شد. Oh,